اکانت توییتر میزن چهار تا فوش میدن، یه واکنشی طرف نشون میده، خلقش دستشون. کار روانشناسی کردن، پرونده سایبری داری شما اونجا. وقتی معروف‌تر و مهم‌تر، یکی همین سواد عمومی رو واقعا به مردم واسه چرا چه حرفا پوپولیستی دیگه. ببین یعنی میخوان چیکار بکنن؟ مثلا بردارن بگن باشه 3 میلیارد دلار بنزین وارد بکنن، 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کنن، 150 هزار میلیارد تومان پول بی پدر چاپ شده، بی صاحب چاپ شده، این یهویی اون 10 میلیون حقوقی که تو میگیری اگه بگیری 10 تومان یهویی آفرین، این قد 7 میلیون دیگه. یعنی چیکار کردن؟ 3 میلیون از جیبای همتون برداشتن رفتن باش بنزین خریدن، دادن پولا رو سوار شن. میفهمی؟ چون این روش پدر سوختگی پنهان مردم نمیفهمن، یه نهایی گرفتید؟ رو این سوار میشن. اینو باید برای مردم سوزوند، اینو باید برای مردم سوزوند. خدا نگذره از تقصیرات و مجلس لاهیجانی، و من خدا بگذره نگذره کنم حق و ناسه دیگه. اونو دنیا جا تو دولت اسبق وقتی داشت این کار ریارانه ها داشت انجام شد، میخواستن کارو تموم کنن، نذاشت، گذاش استخون لای زخم موند دوباره رشد کرد. متوجه شدید؟ نه، اگه همون موقع تماش تموم شده بودی یه شوک. ببین مردم ها میدید مثلا تو اقتصاد یه شوک میدن درمان میکنن، بهش میگن شوک درمانی، کار مکتب شیکاگوه، ته نئولیبرالا. مملکت ما چیه؟ شوک رو میدن درمان هم نمیکنن. ای شوک میدن به بچه من خدا، یا خب یه درمان کن، یه نولش کن، فعلا شوکر داشته باش. ای شوک 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 داره درمان نداره، این بده. بالاخره میگن آقا آلمان جنگ جهانی اول، اگر شما کل وجه نقد آلمان دستت بود، یعنی کی بودید؟ خدا بود اونجا. سرمایه‌ترین آدمش هم این نبوده، همه پول دستش نبود. آخر جنگ جهانی میتونستی باشی 1 کیلو سیب زمینی بخری. اینجوری سقوط کرد. اما تو دل همون اقتصادشو ساخت. اصلا تو بحران اقتصادو میسازه. مردم متوجه نیستن چیه، تو همون دل شوک اصلاحات اقتصادی رو انجام. خودش میگن برید حتما مستند نائومی کلاین رو ببینید. کتابم داره. حوصله کتاب خوندن نداره، مستندش زیرنویس فارسی هم شده، خیلی خوب. نائومی کلاین، شوک، شوک درمانی، مال خانم نائومی کلاین، کتاب مال اونه، اونو برشن مستند کن. ببین مثلا میلتون فریدمن چیکار میکرد تو دنیا با مشاورایی که میداده، اونا نئولیبرالن، میگه شوک بده به درگالت یه 2000 نفرم کشته شن. پناه بر خدا، میگم آقا شوکر رو میدی چرا درمان نمیکنی؟ نارضایتی وجود داره. یارو میگه آقا کوپ است، مردم امید بهش میگه باشه 2 سال دهنم سرویس میشه، دادم دهنم بعد درست میشه. الان تو میتونی همچین مردم همچین اطمینانی دارن؟ ببین شما یه وزیر رفاه داشتی اومده پای حقوق کارگر رو چیکار کرده؟ افزایش داده. یه وزیر رفاه توی دولت، یه وزیر رفاه دیگه تو همون دولت یه سال بعدش میگه من افزایش نمیدم، موجب تورم میشه. اما کجا داریم زندگی میکنیم؟ تو کدوم سیاره؟ یعنی اصلا یه وحدت رویه ای نیست از نظر اقتصادی که کار اولی درست بوده. از نظر من باید پایگاه افزایش داد. برای چی؟ بله میدونم این فشار هزینه میاره رو همه بخش تولید، همین چرخه دوباره میچرخه، اما میگم چه شرایطی؟ من مثلا اجتماعی رو میبینم، قشر مستضعف هم میبینم، میگم چطور شما 150 هزار میلیارد بزنید برای بنزین اشکال نداره، اینجا اشکال داره. من یه توییت نزدم گفتم 150 هزار میلیارد تومان بدونید ما داریم پول خرید گندم میدیم که نون مفیدیم برای جلو خود من. یارو وایستاده بود 17 تا نون خرید، 17 تا نون. گفتم داداش ببخشید من سوال شد برای من، میخوام چیکار 17 تا بود؟ عروسی دارید؟ از آده چه؟ گفت میدم به مرغان. گفت میصرفه گندم خواهی میزنیم، میگم خوش میکنم، خود میکنم میزنیم به مرغان. خدا شاهده جلو خود، میگم عیبی نداره، چون هزینه خودکفاییه 150 هزار میلیارد تومان باعث میشه گندم تو داخل کاشته بشه، عیبی نداره. به من بگی بنزینه رو بسوزنن هزینه چیه جز آلودگی هوا؟ چند تاتون باید سرطان بگیرید بفهمید با سیاست حرف پوپولیستی گولتون بزن. به خدا قسم این سوال، آقا چی میشد من تش نه که حرفا اینا رو میزدم، تش سکوت میکردم، چی میشد؟ همین الان کلی ها بچه ها استاد نکن وزه طرف داره خودت دارم اینجور میگم بگن نشون فکرم سوال بار طرف داره حرف میزنی با دم شما گم خدا بکیدی نگید پامن برای من.